سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مدت هاستی در مبرکات بحث میکنیم و قسمتی از کلیات و مهمش را عرض کردیم و بیشتر اون یعنی میشه باید گفت همه اون مبرکاتی که گفتیم تا به حال به از نظر تحلیل ها که علما اخلاق دارند قوه شهویه و غضبیه مربوط میشد، یا به یکی از این دو قوه یا به هر دو تاشون، احیانا به قوه فکریه به اصطلاح علما اخلاق یا به قوه عاقله هم میخورد. اما در این جلسه و اگر خدا خواست در چند جلسه دیگر به نسبتی از مهلکاتی که فقط مخصوص به قوه عاقله یا جهت علمی و ادراک انسان است، به نسبتی از این مهلکات که لازم است اشاره بشود و در مقام سلوک ضرورت دارد در اطراف اونها بحث بشود اشاره میکنم. مهلکاتی که مربوط است به قوه عاقله به اصطلاح علما اخلاق، که در قبال این مهلکات مسلماً منجیاتش هست، یعنی سلسله مهلکات هر کدام در برابرش فضیلت ها هست که منجیات میگید. در مقام سلوک این مهلکات هم چیزهاییست که باید سالک کاملا متوجه باشد و از اونها اجتناب بکند و مقابل اونها را داشته باشد، یعنی کسب بکند. مقابل مهلکات که در اصطلاح علما اخلاق منجیات گفته می شود، یعنی فضیلت ها. مهلکات یعنی رذیله ها، خصلت های بد و اون خصوصیات که نباید انسان اونها را داشته باشد، اینا را میگه مهلکات که انسان را به هلاکت می اندازد در حرکت بودی. منجیات یعنی مقابل اینها اون خصلت های خوب و اون خصوصیات خوبی که انسان باید اونها را واجد باشد در مقام سلوط، اون فضیلت ها را داشته باشد. در مرحله اول در این جلسه یکی از مهلکات مهم که از اعظم مهلکات است، منتها در این باب، یعنی در باب قوه عاقله، و می شود گفت واقعا دو که از کردم از اعظم مهلکات است، می شود گفت که باز به یک نظر از اون رؤوس مهلکات هست، مسئله جهل است. سالش باید به این موضوع توجه داشته باشد که جهل برای یک سالک مخصوصا، البته برای همه اولا و ثانیا و مخصوصا برای یک سالک، جهل از مهلکات است. یعنی سالک با جهل نمیتواند در طریق سلوک پیش برود. جهل به معنی وسیع و عامش، حالا جهل بسیط باشد، جهل مرکب باشد، به هر صورت باشد، جهل به معنی عامش، البته خب مراتبش با هم فرق می کند، الا که جهل نادانی، ندانستن، بیخبر بودن، بی اطلاع بودن، محجوب بودن از حقایق، به معنی عام و مطلق و وسیعش برای همه اولا و ثانیا و مخصوصا برای سالک الالله از مبرکات هست و مبرک اعظم هم هست. سالکی که جاهل است در طریق سلوک از اول معطل است، یا معطل است و یا به خطرات مهالک میفتد، یعنی در هر صورت معطلی هست، یعنی به سوی مقصد راه نمیبرد یا حرکت نمی کند، متوقف هست، در جا میزند و یا
حرکت معکوس می کند، یعنی به مهلکه ها می افتد، به خطرات می افتد، به انحراف ها می افتد، به زلالت ها می افتد و بالاخره در کل به مقصد نائل نمی شود. سالکی که قدم در طریق سلوک گذاشته و از علم بی بهره است، جاهل است. در این باب البته صحبت ها زیاد شده، علما اخلاق زیاد بحث ها داشتند و از این بحث ها اگر بگذریم، نظر به آیات و روایاتی که در خصوص علم و جهل و اهمیت این دو هر کدام به نحوی وارد شده است دقت بکنیم، آیات و روایات هم زیاد است. اشارات آیات نکات زیادی را گویاست برای ارباب تأمل. اشارات روایات و رموزی که در روایات هست همچنین، و همونطور بعضی از اشاراتی در دعاهایی که از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین به ما رسیده است، اونها هم حکایت ها دارد در باب جهل و علم. صحبت ها در هر صورت زیاد است، بحث ها زیاد است. من به صورت اجمال اون اندازه که لازم است و ضرورت دارد دوستان بدانند اونها را عرض می کنم، که اگر احیانا شماها انشاءالله هم موفق می شوید در طریق سلوک قدم عملی برداشتید، از اول توجه به این موضوع هم داشته باشید که جهل از مهلکات است و با جهل نمی شود در این طریق موفق بود. باید به دنبال علم رفت، باید یاد گرفت و هر اندازه که علم بالا باشد به همون اندازه انسان در این طریق خوب و سریع و جامع و بی لرزش موفق است. خب شما خودتون تأمل بکنید، جهل معلوم است کسی که جاهل است، نمیداند. این که نمیداند معلوم است یا معطل است یا خطا خواهد رفت و یا به مهلکه ها خواهد افتاد. برای همه این طور است، چه سالک چه غیر سالک. جهل برای همه مضر است، برای اینکه حرکت عملی انسان همیشه مبتنی بر شناخت و معرفت و علمش است. هر کسی هر مسیری را عملا در پیش بگیرد، این بر اساس شناخت و معرفت و علمش هست دیگه. شما حساب بکنید خود مؤمنین را، مؤمنی که در طریق ایمان پیش می رود، این طریقی را که در پیش می گیرد و حرکت می کند مبتنی بر اون شناختی هست که این مؤمن به عنوان یک مؤمن از اسلام و ایمان و مبانی اسلامی ایمانی دارد. شناختش ناقص باشد، حرکتش بر اساس همون شناخت ناقص خواهد بود، بیش از اون نمی تواند حرکت عملی داشته باشد، چون همین اندازه فهمیده. اگر شناخت کامل باشد حرکت کامل خواهد بود، کاملتر بود کاملتر خواهد بود. در باب سلوک هم همینطوره. سالکی که از اول شناختش ضعیف است، قهرن این در یک طریق قدم گذاشتی تاریک است براش، ابعاد قضیه براش تاریک است، نه ابعاد مسئله براش روشن است، نه وظایفی که در طریق سلوک باید در پیش بگیرد و داشته باشد و متعهد باشد براش روشن میشه. از همه جهات در تاریکی قرار گرفته. علاوه بر این در سلوک کسی که جاهل است و از علم کامل بهره‌مند نیست، خطرات زیادی او را تهدید میکند، خطرات زیاد به انواع مختلف. حالا من فقط در این مسیر برای شما بحث میکنم، در این مسیر که اگر انسان در طریق سلوک قدم بگذارد و راه سلوک یعنی راه عبودیت، اون راهی که خدای متعال بیان فرموده از طریق رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین، اگر در این راه شناختش خیلی کم باشد و با همین شناخت خیلی کم و ناقص و نارسا و احیانا توأم با یک غلط ها و برداشت های نادرست، فهم های ناصحیح، یاد گرفتن های معکوس، اینجور اگر قدم در این راه گذاشت، متوجه هستید که این چنین سالکی خب در این راهی که خیلی پیچ و خم دارد، خیلی فراز و نشیب دارد، خیلی جزئیات دارد، ابعادش دریای بیکران است، در واقع ابعاد راه سلوک و طریق سلوک، در این طریق در همون قدم اول با خطراتی شخص را تهدید می کند، یا در جا خواهد زد
اقل مسئله این است که در جا بزند، یعنی نتواند حرکت بکند پیش برود، در جا میزند به اصطلاح خودمون. اون اقل خطر این است. در جا بزند همیشه مثلا میبینید که برنامه های در پیش گرفته، اما چون علمش ناقص است، ابعاد مسئله براش روشن نیست، پیش و خم راه براش روشن نیست، از معارف مربوط به طریق و بودیت و سلوک بی‌خبر است. خب چند تا برنامه هم برای خودش شروع کرده، حالا احیانا مثلا فرض فرماد از جای یاد گرفته و شروع کرده، این از اول چون ابعاد مسئله براش روشن نیست همونها را تکرار میکند و خشک و بیحال و همونطور میماند. یعنی همون روزها میگذرد و شبها میگذرد و عمر تمام میشود و فرصت از دست میرود و راه به جایی نمیبرد. میدانیم، همه شما هم میدانید، راه بودیت راه است. راه اونیست که میروند، یعنی دو روزش با هم یکی نیست، دو لحظش با هم یکی نیست، قدم برمیدارند، پیش میروند، طی مسافت میکنند تا مسافت به تناسب خودش، مثلا مسافتی که در اینجا مطرح است، فاصله را کم میکنن بین خود و خدا. راهی است در پیش گرفته، مقصد خداست، مسافتی بین ما و خدا هست، مسافتی که متناسب همینجاست، فاصله بین ما و خداست. ما میخواهیم با طریقی که در پیش گرفته این مسافت را طی کنیم به مقصد نائل بشویم. و معلوم است بنابراین ما در حرکت باشیم. اونی که عالم نیست، جاهل است، چند چیزی اجمالا ناقص آمیخته با درست نادرست یاد گرفته، قدم برمیدارد، این در حرکت نیست، یه تکرار مکرراتی میکند، انجام میدهد اما پیش نمیرود، فاصله را کم نمیکند، نزدیک و نزدیکتر نمیشود، سفر نمیکند، سیر نمیکند، هر جور تعبیر کردید تعبیرات همش به یک معنا لازم، در حرکت نیست. اقل خطر، آخرین خطر، یعنی اون کمترین خطری که سالک بی علم، سالک جاهل را تهدید میکند، این است که در جا بزند. و بالاتر از این خطرات دیگر هم هست که اون خطرات واقعا خطرات هست، و اون این است که به اصطلاح چون علم ندارد، چون ابعاد مسئله براش روشن نیست، چون در این طریق روشن نیست، چون معارف را نمیداند، چون یاد نگرفته است، چون از اسرار بیخبر است، الی آخر، خلاصه چون جاهل است، روی همه حساب ببینه که در جا نمیزند. نه تنها که در جا نمیزند، بلکه بر اساس این که جاهل است، اوهامی، خیالاتی در درونش شروع میکند، شروع میشود، مسائلی را فکر میکند، حسابها خودش در عالم خودش باز میکند. شیطان هم که همیشه به سراغ انسان میداند آمده یا خواهد آمد، نبودید آمده، نشسته با ما هست، و اصلا برای همین هم هست که ما را به هلاکت بیاندازد. کار دیگر هم ندارد که بگیم احساس سر شروع باشد، کارش هم این است، وجودش هم سعی زیاد دارد، به همه هم میرسد. خب حالا باز داره دوستان میگه که شیطان اینقدر باز شناختنی چیز خوبی است، شیطان هم یعنی شناختنش خوب است، خودش خوب است. از خودم که شیطان که در کمین است و مرتب هیچ کس را هم از نظر غایب نمی کند، هیچ کس را استثناء نمی کند. اینجا شروع می شود القاعات شیطانی. القاعات شیطانی دیگه اینجا من انهایش را بشمارم به شما، نه در این صحبت های یک ساعت دو ساعت تمام می شود، نه در یک جلسه، نه در دو سه جلسه، مثنوی افتاد من کاغذ شود. با چه صورت های از خطرات به سراغ انسان می آید؟ چه صورت های؟ زیاد است، زیاد، که در مراحل اولیه به انواع مختلف، مراحل اول سلوک به انواع مختلف به خطرها، خطرهای به معنی که در آخرت انسان را، حیات معنوی انسان را، موجودیت انسان را به خطر بیاندازد، به این معنا میگیم خطرات را از مقصد دور بکند، از حیات دائم انسان را محروم بکند، به زلالت بیاندازد، در مسیر این را پیش برد، بالاخره به غضب و سخط و آتش و حرمان ابدی و خسران ابدی گرفتار بکند، به این معنا خطر. در مراحل اول یه طوری، و اگر یه خورده این سالک در این برنامهش خیلی مجید بود، با همون جهلی که دارد، با بیخبری که دارد، احیانا ریاضت هایی هم کشید، در نتیجه اون ریاضت ها خوب تعمل کنید،
در نتیجه اون ریاضت ها یک سلسله مسائل غیر عادی هم براش پیش آمد که به اصطلاح بعضی از چیزها را دید، بعضی از چیزها را شنید، همون ابواب مشاهدات و مکاشفات منتها به غلط به روی او باز شد، اون وقت هم به انحاء مختلف القاعات باز می شود. در هر صورت اینا همه نتیجه چیه؟ یه نتیجه به اصطلاح جهل است و بی اطلاع، نتیجه بی اطلاعی و علم نداشتن. من به چند تا اسباب نمونه در اینجا به شما اسباب نمونه عرض می کنم، برای گفتم اگر بشماریم این لغزش ها به چه صورت هایی می شود، این بشماریمش با این شمردن ها تمام نمی شود. خود شما انشاءالله اگر اهل عمل بودید، در مقام عمل انشاءالله با علم شروع کردید، خودتون خب هی روز روز حقایق می فهمید، همونجا خودتون می فهمید چه خطرات انسان را تهدید می کنه. من از باب نمونه به چند صورتش اشاره می کنم، اینها فقط نمونه است. سالک جاهل که طریق را خوب یاد نگرفته، یعنی ابعاد طریق براش روشن نیست، از علم خوب بهره‌مند نیست، این از جمله خطرات که او را تهدید میکنه، چون علمش ناقص است، چون جاهل است و بر اساس نقصان علم و جهالت موقعیت واجبات را در رابطه با مستحبات، مستحبات را در رابطه با واجبات و امثال اینها را نمیداند. میبینید که مثلا به اذکار اوراد شروع میکند، اما این بر اساس جهل است، خوب دقت کنید، اما اهم این موضوع را چون نفهمیده که واجبات چه حسابی در این راه دارد، اونها همش اسرار دارد دیگه، همش دانستنی است. و حالا من امروز ممکنه صحبت برای شما بگید که خب حالا بنابراین باز ما مایوس باید بشیم، حالا از کجا اونها را ما یاد بگیریم؟ ولی خب باید یاد بگیرید، در هر صورت هر اندازه که میتواند باید یاد بگیرید. موضوع واجبات خب یه مسئله است در جای خودش. من شما از اول شنیدیم که واجباتی هست، که محرماتی هست، مستحباتی هست، مکروهاتی هست. واجب واجب است، مستحب و مستحب است. سالک جاهل اینه که به موقعیت واجب، عنوان واجب چی یعنی چه، چون توجه ندارد. یه دفعه میگه که بعضی از مستحبات پرداخته ولی هنوز در واجبات کمیتش لنگ است. توجه بکنید، کمیتش لنگ است. این از جهلش برخورده، سرشش میگیره. اصلا مثلا که واجبات را اصلا خوب یاد نگرفته، یعنی مثلا از باب مثال به عنوان این که حالا خودش مجتهد است، مجتهد باید معمولا در مجتهد ها این درست نمیشه، در غیر مجتهد مقلد ها مقلد است، مثلا حتی رساله را یک دور مطالعه نکرده، اون وظائف واجب و عبودی خودش را با فتوای مقلدش به خوبی تطبیق بکنه، وضوع که میگیرد درست باشد، گسته که میکند درست باشد، نماز که میخواند درست باشد، این آخر روزه که میگیرد درست باشد. میدید که مشکول است همینطور از بچگی چیزهای یاد گرفته، بنام وضوع و گسل و نمیدارم امثال اینها، اونا را همینطور وضوع میگیرد، گسل میکنند، نماز میخواند، نگونه منطبق با اصلا رساله نیست، یک جاش منطبق نباشد باطل میشه همش دیگه، واجبات تضییع میشه. واجب تضییع میشه از این طرف، میبینید که به چند تا ذکر ادامه میده. ترجمه کنید، این از کجا نشأت میگیرد؟ گفتید از جهل. این سال هیچ وقت راه به جایی نمیبرد، دیده شده است از اینا که بینید اهمیت میدهد و بعضی از اذکار و اوراد و مراقبت ها هم میکنند، بعضی از اذکار و اورادش، ولی به واجبات چه میرسید؟ چون رساله را مطالعه نکرده، چون با فتوای مقلد منطبق نیست حرکات و اعمال عبودی و واجبش، اونا تضییع میشه. یا خیر، اگرم مطالعه کرده است به واجبات آنچنان اهمیت را نمیدهد، مثلا میدید که شب اونقدر به اصطلاح به قول معروف مشغول میشود که صبح نمازش به خطر میفتد، حالا به این همه اهمیت قائل نمیشود. یا واجبات را شنید فکر میکند که مسئله سلوک نیست، باید یه مستحبات پرداخت و باید ذکر گفت دیگه، واجبات باید فاتحه را خوند، اهمیت موضوع را موقعیتش را نمیفهمد، ارتباط اینا را به همدیگه متوجه نمیشود. اینا یک راه از واجب یه حساب دارد، مستحب حساب دارد. در اینجا یکی از به اصطلاح
بیاناتی که زورفا را من به شما میگم که یکی از عرفا بزرگ به همین خطر که از باب جهل میاد و بعضی از سالکین را در همون اول تهدید میکند و اینها این کلام گفتم اینجور سالکین اقل خطری که مواجه هستن این است که همیشه در جا میزن. حالا بعد از اینجا هم رفتن در اونجا بالاخره در مؤاخذه واجبات قرار خواهند گرفت. اگر خطرات دیگر به سراغشون نیاد، اگر اینها به ریاضت پردازن که قیامت میشه، یعنی اگر این جور سالک ها که واجبات را تعظیم کنن به اذکار مستقیم پردازن، اگر به ریاضات سخت پردازن، در نتیجه بعضی از مسائل غیر عادی براشون پیش بیاد، چیزهای ببینن، چیزهای بشنون که راه شیطان به سوی اونها بیشتر باز بشود، اون وقت یه قیامته. توجه میکنید؟ وقتی یه قیامت است، مانند اون درویشی که میگفتم میگفت که به من میگفت که بیا چنین چنان بکن که بله اون وقت همون روز اول وقتی قدم برداشتی خواهی دید که مقام تو از مقام رسول الله هم بالا به من میگفت مقام تو از مقام رسول الله هم بالاتر است. تو قدم برمیدار روی آیات قرآن قدم میگذار مزفر نجم اینجور میشه. یعنی اگر این چنین سالک در معرض جان در معرض اهواءات شیطان و القاءات و تلبیسات شیطان در مراحل اولیه مشاهدات و مکاشفات غلط قرار گرفت، او وقت میده که چیزها رو میگه شیطان میاد بهش میگه تو چین و چنان مثلا فلان موضوع فلان چیز که حرام است برای تو حلال است. گفت دیگه حاطف غیبی ندا زد و گفت دیگه فلان چیز برای تو چیه؟ حلال است. یا مثلا تو مقامت از رسول اکرم صلوات الله علیه هم بالاتر است. خیلی چیزها هست. مسائل زیاد است. یا دیگه برای تو تکلیف نیست. تو واصل شده یه دیگه حلال حلال و حرام نداره. از این مزاحمت. میبیند میشنود میگن گفت دیگه کرامت دارد که صاحب کرامت شده و چیزهای دیده حاطب غیبی ندا زده دیگه چه میشود گفت ترجمه چون جاهل است. اینم نمیفهمد که هر چه به گوش انسان از غیب رسید درست چیه؟ از یا نیست؟ این را هم نمیداند چون جاهل است بکنون چون علم ابعاد دارد و جهل هم بالاخره ابعاد دارد. هم علم بی نهایت است و هم جهل چیه؟ بی نهایت. این حرف رو من گروه نمونه گفتم ولی خود شما زیاد حرف از اینجا ممکنه بفهمید که سلوک اگر انسان به واجبات اون اهمیت لازم را ندهد این خطریست در سلوک و از جهل انسان نشأت میگیرد. خیلی مواظبت بکنیم انشاءالله. یکی از عرفا میگوید که من از در کتاب آداب النفس دیدم و نوشتم خیلی خوشم آمد از این گفتارش، محمد بن عبدالبر است، میگوید که آفت الخلق فی حرفه. این عرفا میداند که عرفای بزرگ هر کدومشون یک کلمات قصاری دارند. اینا خوب تجربه دیده هستن، راه رفته هستن و ریاضت کشیده و مرد میدان بودند و قهرن گفتار اینها معمولا کلمات قصارشون خیلی پرمعنی می شود. حالا در درجات مختلف اینها در کلمات قصارشون گاهی خیلی حقایق مفصل را جمع می کنند در اینکه دو کلمه می گن و این برای این چند کلمه خلاصه برای هر کسی به اندازه کششش معنی می دهد. میگوید این عارف که آفت الخلق فی حرفه، آنچه که من میبینم آفت این مردم در دو حرف جمع میشود. آفتی که این مردم را تهدید میکند، بندگان خدا را تهدید میکند، در دو حرف جمع میشود: اشتغال به نافله و تضییع فرض. یکی نصف مستحبات مشغول باشد و چه بکند؟ واجب را تضییع بکند. و حرف دوم شاهد عرض ما نیست، اما خب چون گفتم اینم بگم. حرف دوم و عمل و جواره بلا مواطات قلب. حرف دوم این است که مردم را به هلاکت می اندازه این است جوارهشون عمل بکند اما قلب با جواره یکی نباشد. قبلا من در این باب شما توضیح گفتم دیگه خودتون حساب بکنید. یک آفت دیگه این است میگه جواره انسان طوری عمل بکند که قلب با این جواره همگام نباشد. اینم یک آفت است. حالا این آفت که دیگه من و شما را دامنگیر است. این دومی که دیگه برای من و شما حتما شامل است، این آفت دوم که جواره با قلب یکی نباشد. من و شما الان به سجده میفتیم.
گفتم دیگه بازم اشاره بکنم که بیاتون بیاندازم که اقلا یه خود ناراحت بشید و کم ناراحت میبینم شما را، شما هم من کم ناراحت میبینید. خب شما که به سجده میفتید جوارح شما نشان میدهد که از همه فرار کردید به سوی او، اما قلبم همینطوره؟ بله؟ نه دیگه. یکی از کارها که من شما هر روز با خیلی به اصطلاح بیدو بیباک انجام میدهیم، هر عمل و جوارح به علام و آتات کرد، این یک آفت دیگه است. Oh,